عطل عطل ستاره از آسمون میباره، مانی و مانا بازم میان میشه دوباره. مانا خانوم با شادی مهمون خونتونه، اگر مانی شیطون باز نگیره بهونه. مانی و مانا رو باز به قصه ها میبره، به قصه ها میبره. با قصه های قندی مثل گلاب وا میشیم، با سجاد و ساجده حسابی آشنا میشیم. نرگس خانوم براشون مادری مهربونه، اینم که احمد آقاست یک بابای نمونه. پدر بزرگ همیشه شعرهای خوب میخونه، دعای مادر بزرگ پناه راهشونه. عطل عطل ستاره فردا که رو زمینیم، میخواییم که همراهتون این قصه رو ببینیم، این قصه رو ببینیم. این داستان کلاس تابستانی. سلام مانی، سلام مانا. مانی جام دادیمو بده، چرا انقدر اذیت میکنی؟ اگه میتونی بیا بگیرش. بادو دیگه بادو، بعدش هم مدرسه ها تعطیل شده ها. بدش دیگه نوه، میخوام برای سال دیگه هم ازش استفاده کنم. مامان مامان یه دقیقه میاین. حالا میگی؟ چند بار گفتم جامه دادیمو بده، پس جامه دادیمو بده تا چیزی نگم. بیا بابا. بچه ها چه خبرتونه؟ یکم یواشتر. هیچی مامان جون، باشه دیگه شلوغ نمی کنی. آخش مانی، به جای این شلوغ کاریا بیا یه کار خوب انجام بدیم. مثلا چی کار کنیم؟ بذار یکم فکر کنم. من میدونم چی کار کنیم. رنگ عمو عوض میشه. وای چرا قندی اینجوری شد؟ وای مانی، اون چیزایی که من میبینم تو هم میبینی؟ عرض سلام و خسته نباشید خدمت مانو و مانی عزیز. سلام عرض کردیم. آخه مگه میشه؟ نه میش نیست، بوزه. مانی الان چه وقت شوخیه؟ مثل که باور نداری. نه پس بذار بهتون بگم، من از امروز عمو خندیتون میشم. فقط حواستون باشه هیچی از این قضیه بویی نبره، حتی پدر مادرتون، چون این یه راز بین من و شما. فهمیدین؟ آره؟ فهمیدین؟ مانی جونمو بیا بی زحمت در این قفس رو باکو، ما دلمون گرفت. آه قربون دسته، میبینم که میخوای پدر مادرتون رو خوشحال کنین، اما نمیدونین چطوری. آره؟ خیلی هم فکر کردیم. شما میدونین باید چی کار کرد؟ وای مانا اینجا رو نگاه کن، باورم نمیشه. اونم بگه براتون آقا و خانم که شما باشین. این ساجده است، 7 سالشه، خیلی هم درس خونه. اینم سجاده، اونم
7 سالشه، خیلی هم شیطونه. سجاد و ساجده یه خواهر برادر دوقلو هن، هر دوشون دوم دبستان هن. الان هم که میبینین خوشحالن به خاطر اینه که امتحاناشون کمون شده و وارد تابستون شدن. اینه اون شماها. میبینین بچه ها؟ این دوتا رو ببین بچه ها، یه دقیقه بیاین کارتون دارم. دیدی بالاخره گرفتم از ساجد خانوم. بچه یه دقیقه بایستا، مثل این که مامان کارمون داره. مجده مجده دام. خب من و باباتون یه نقشه هایی براتون کشیدیم. سجاد و ساجده از خوشحالی شروع به بالا و پایین پریدن کردن. ما میخواییم اسمتون رو تو کلاسای تابستونی بنویسیم. بچه های قصه ما یه شکه شدن، بعد یه دفعه با هم هورا کشیدن و بالا و پایین پریدن. وای باورم نیشه جانم، اینجا خیلی خوبه. سجاد فکرشو بکن، نقاشی، خوش نویسی. وای مامان منم دوست دارم خطمو خوب کنم. اینطوری خطت بهتر میشه. آره کاملا حق با توه. احمد آقا بابای سجاد و ساجده بعد از خوشوبش کردن با آقای مدیر اونا رو ثبت نام کرد. عمو جون میذاری این دفعه من ورق بزنم؟ خیلی دوست دارم. مگه بچه بازیه؟ بیا عمو جون، بیا این دفعه رو تو ورق بزن، دفعه بعدم میدم مانا ورق بزنه. بیا. اگه بدونی امروز تو کلاس یکی از نعمتای خدا رو نقاشی کردم. فقط اگه ببینیش اینقدر قشنگ شده سجاد. میخوای نشونت بدم؟ ببینم. ساجد خانم در کیفشو باز میکنه و دفتر نقاشیشو به سجاد نشون میده. وای وای آفرین، خیلی قشنگ کشیدی، مثل یه گل واقعی میمونی. ساجده که از خوشحالی نمیدونه چی کار باید بکنه، یهو یادش میفته که دفتر سجادم ببینه. حالا نوبت دفتر توه، تو امروز چی کار کردی؟ وای خوش به حالت، چقدر خوش خط شدی سجاد. وای ساجده من خیلی گشنمه، داره از تو خونه بوهای خیلی خوبی میاد، فکر کنم مامان یه غذای خوشمزه درست کرده، بیا بریم بخوریم. بیا خب بچه ها دیدی رمو جون، سجاد و ساجده رو دیدین؟ اونا مثل شما بودن، شما میتونید مثل اونا کارهای مفید انجام بدین. عمو جون باور نمی کنین؟ مانی حواست کجاست؟ عمو با ماستا؟ آره کاملا موافقم، ما باید یه کار مفید انجام بدیم، اینجوری که نمیشه. پس بدایید به مامانتون بگین چه تصمیمی گرفتین. بدایین بچه ها. راستی مانی صبر کن ببینم، نمیخوای در قفس رو ببندی؟ حواست کجاست؟ خندی عمو عوض میشه. Thank you.
Thank you.